اجزا بازم خوش آمدین به افطاری. مهمان خوب ما جنرال خوشحال سعادت، رئیس عمومی تصدی محافظت عامه وزارت امور داخله با ما هستند. همچنان سپاس میکنم از حمایت کننده مالی برنامه شفا، نکتارهای طبیعی شفا ضامن سلامتی شما. بله، از این جوس هم استفاده کنین، رفع تشنگی میکنن. خب جنرال صاحب، من میخوام که کوتاه از شما بشنم. شما در بسیاری از جنگ ها، عملیات ها خودتان سهم گرفتین، اشتراک کردین. کوتاه اگر چشم دیدتان را بگوین و ای که آیا شما دلیلی را فهمیدین که چرا مردم بیگناه ما در افغانستان به قتل میرسن؟ دلیل اشتراک ما خلبت وظیفه ما ایجاب میکرد تا الا قدمه موینیت ارشد امنیتی که شدم، و در موینیت هم مادون ما توقع داره که یک آمرشان در هر سطحی که باشه باید برد مقدمه پایین تر و برشان انگیزه و مورال بده، اونا رو باید ببینن، نه تشریفاتی، نه ای که از دفتر و از ارکندشان و از طریق چیز، ولی باید عملا یک آمر باید ببینن در روزهای سختش که همون پرسنل درک بکنه که همی قماندان ما یا آمر ما از ما حمایت میکنه. دلیلش به او بده که یک انگیزه باید بدهیم به پرسنل خود. راجع به دشمنای افغانستان، ما یک میتونیم باز از دیگر هم پرسان شوه، یک نام مانده برایم که دائم مدعی دشمنای افغانستان رحم نکردیم، به خاطر که ما انگیزی از اونا را شناختیم. ما اکثریتشون ملاقات کردیم. ما یک مدت زمان یک بخش کشفی و استخباراتی را رهبریش داشتم و دوجه اکثریت او دشمنایی را که ما گرفتار میکردیم و یا یکان تایشان در بدل استخدام میشد توسط ما که برای ما کار بکنه. انگیزین از اونا رو مدیدم که اونا چی دلیل داره. اونا بجز بدبختی و بجز بردن افغانستان پیش از 11 سپتامبر دیگه کدام راه بردی ندارن، طرحی ندارن برای افغانستان، به پیشرفت افغانستان، و همه چیز برشان دکته میشه از بیرون. بنان وقتی که خط سرخ از اونا هیچ نوع مراعات در مقابل حقوق بشر و یا توجه به زندگی و حیات همشهری های ما باشه، بنان همراه تو دشمن چی نوع برخورد باید بکنیم؟ آیا بشینیم بازم عذر کنیم، بازم مذاکره کنیم؟ بنان فقط شکست از اونا رای حلش هست و باید به مشت آهنین برشان داد جواب بتیم. جنرال صاحب، من دعا کنم چی الله دیده وطن دشمنان پذرونی که رحم واچه چیز من بیگناه او مظلوم وطنوال و نوجنی، او خدای دې د روژې مبارک میاشتې په برکت سره دوی ته هدایت ورکړي. جنرال صاحب، نه پوهېږم چې تاسو خبر یاست که نه، مونږ د روژه ماتي خپرونې کومک سږ کال د ملي اردو شهیدانو کورنۍ ته ځانګړی کړی دی، هغه کورنۍ چې اړمنې دي، او نن هم قرار ده چې مونږ د یو کورنۍ سره او د یو اتل د ژوند د کیسې سره آشنا سو. که ستاسو خوښه وي چې په ګډه سره دا یو ځای وګورو. ولې نه، مهرباني وګورئ دوستانو. نام خود پریگونه گلایی میشینم، یعنی میخوانه کرایی است، یعنی اینجا آن بچه کلان کراچوانی میکنه، رضا مکتب میخوانه. بچه مامداد نام داشت، در اردوی ملی بود، نه ما در قندر وظیفه اجرا که شهید شد. ناچاری روزگار بود که رفته نمید، در خانه بقدر سرپرست نبود. بامیان بودم خود ما. کابو قیداتش زنده بود و آدم ها که شهید شده در این کابل آورد وزیر اکبر خان همین داماد مر خبر کرده بود. باز آدم داماد آدم اینجا خبر داد قومی رو که نمی باشه رسم داشت شهید شده امیر بامیان میره. باز آدم اینجا آورد و آدم ما دمی بیگا خبر شدیم شب آن سبا و خدا ببخش دفن. من بخی بوش شد میت نفهمیدم ده خود. یک بچه میکنم در وردوی ملی شهید شد که 9 سال شد. یک بچه دیگه من این پار سال که شهید شد بخی دیوان نشدم ایت گب دستار بود ایت دوش دستار من نمانده ایت گب نمیفهم که من چی مانده. او ایش هم 22 سال بود، ایش هم 22 سال بود، او 9 سال پیش در 22 سال گیر رفت، یعنی پار سال در 22 سال گیر رفت. او ایش هم منم تا توتا پرچه در پیش ما آورد که بخی ندین توتا توتا شد، ایش هم منم تا شالا شالا اون از تیب عدلی. جوانی 22 ساله ام رفته به خیلی مسان گشته می نمیتر یک دم زندگی خیلی نمی فهمم اولاد چی رو خمشی زسته اولاد پرچه جگر یادم است قدا اینمی اولاد تا
تمام دیوانگی و تمام از دست اولاد در سردم برخواست میکنم. فکر رئیس جمهور ما بابا کنه کمی جوانه طبقه قدر کشته شود. ما را کنید دیوانه و کمبخت و بیچاره ساخته. مادرها که دیگرش ریخته. دیگه که چاره نداره، امیر صلح خداوند پیش کنه، امیر دولت یک کمک کنه که امیر جوانای مردم در پناه خدا نگاه شوه. شهید امامداد دوستانو په ټولې میړانې څخه د وطن او خلکو څخه دفاع وکړه او په دې لارې کې خپل سر ورکړ. اوس زموږ سره د شهید امامداد مور پریګل په استودیو کې ده، دوی ته خره خلاص وایو. مادر جان بسیار زیاد خوش آمدین. خوش باشین، سلام، صحبت خوش باشین، بخیر. ما از فداکاری فرزندتان قدر میکنیم و همیشه اونا رو به یاد می داشته باشیم. زنده باشین. و همه ما در کنار شما هستیم. داشته باشن. خداوند شما رو به یاد. اونا قهرمان هستند، برای ما همیشه زنده هستند. نامشان روشن از افغانستان. زنده باشین. خداوند شما رو سرفراز داشته باشه. دوستان، در بخش مساعدت و همدردی برای دو خانواده امروز ما 478805 افغانی، 2170 دلار، 166 یورو و 100 دلار استرالیایی جمع کردیم که این برای دو خانواده شهدای سربازان اردوی ملی افغانستان به دو حصه مساوی تقسیم شده و حال ما این پول به جنرال صاحب خوشحال سعادت تسلیم میکنم تا برای پریگل هدیه بکنن و جنرال صاحب خوشحال سعادت هم حتما یک مبلغ را به این پول علاوه میکنن. مادر جان، این جای سر شما را گرفتن نمیتونم و امیدوار هستم یک چیز خداوند شما را سرفراز داشته باشه. قدر قریب شما به شهامت شما ما احترام میکنم. زنده باشین. خداوند شما را حفظ داشته باشه. مننه کوم له تاسو ټولو څخه چې تاسو مرستې کړې دي او همدار از د جنرال صاحب خوشحال سعادت څخه. دوستانو، اوس به د یو بل اتل د شهید روح الله د ژوند او د کورنۍ کیسه ووینو او واورو. ما نام عبدالله، نام بچم روح الله است. سرباز بود در خطه کلوربی 205 اتل قندهار. همیز سرباز و ایفای وظیفه میکرد. باز از یک مدت تقریبا و ترخیزی شک 16 روز مانده بود، 3 سال تکمیل کرده بود. باز همیز شهید شد دیگر، مقصد تابوتش برای ما آوردن و دفن خاک کردیم. تصویرش از با من دیگر با تابوتش برای ما یه خبر زنگ زدن برای ما، باز رفتیم کابوت تابوتش برای ما دادن، تابوتش آوردیم دفن کردیم. تقریبا در 22 سرطانی 96 آسه میده. مجرد بود، 24 ساله شد، 23 را پوره کرد، به 24 قدم مانده بود. دوست داشتم زیاد بچه من، این چیش همینجا هست اگه میتونیم میبینیم ببینیشم عکسایش از تصویر شاه بودیم. یکی شخصی هست که در لباس نظامی است. بزرگ گل یک وطنی آرام، زندگی خوب، زندگی خوش. جوان 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 همین شرایط همینطور اگر آرزو می داشته باشد دیگه اون بود. اگر او آرزوی آرامی وطن همی چی میگه در میرفت قطعی از جان که شیرین یه چیزی نیست. امروز مردم میره جان خدا فدا میکنه، یه از این که دیگه چیز نمیشه. ایوات از مادرش تکلیف، از وقتی که چیز شده تکلیف پیش کرد، شکر داره، فشار داره، تکلیف قلبی داره. پیش که بود همین تداویش هم رفتم اونجا پول رایی میکرد، ما شکل تداوی که مادر حال تکلیف های زیاد شده. والا که وقتی که صلح کنن و آرامی بیا بچه ایمام صدقی وطن
مثل بچه ملک ها، بچه مردم از جوان هاست که در این وطن سر خود فدای خاک کرده. دیگه ما که او که آشتی کنه و صلح کنه، یک بچه منه که صدا بچه از بچه دار دیگه به می بخشه برادر گل، مقصد صلح شوه. عزیزا بازم به افطاری خوش آمدین. دقایق قبل ما قصه شهید روح الله را دیدیم و حال هم پدر شهید روح الله عبدالله در برنامه با ما هستند که از ولایت قندوز تشریف آوردن. عبدالله جان خوش آمدید. میگم باجوس بسیار خوش آمدید. شکر. سلامت باشین، زنده باشین، خوش باشین، بخیر باشین. روح فرزند شما شاد باشه و ما یادشان گرامی میداریم. مردم افغانستان، تجار ملی، امتنان خیرخواه و سخاوتمند ما یک مبلغ پول فرستادن برای حمایت از خانواده شهید روح الله و خانواده شما. میخواییم امی امانت به شما تسلیم کنیم به دستان جنرال سیب. شکر. البته دوستا 237,430 افغانی، 1,085 دلار، 83 یورو و 50 دلار استرالیایی است. سپاس میکنم از تمام همتنان عزیز ما که در مساعدت سهم گرفتن. به عمر و مالشان برکت. حتما در پایان برنامه اسامی کمک کننده را میخوانیم. جناب سیب بفرمایید. تشکر از حمایتی که دین اولاد تان لون کردین. دفاع وطن افتخار میکنیم به شما. وظیفه ماست. سلامت باشین. خداوند خیرتون بده. خوشحال شدیم که آمدین. حاجی سیب محترم در برنامه. و تشکر میکنیم از تمام هموطنان عزیز ما که کمک کردن تا که ما تانستیم پول شما را و این کسایی که مستحق هستن برسانیم. و امی لحظه در استیدیو قاری احمد سیار جمالی، کسی که مطمئن هستم شما انتظار شنیدن نعتش را داشتین، با ما هستن و نعت خیلی زیبایی را از اونا مشنویم. آقای سیار جمالی بفرمایید. ای که احسان بر فقیران میکنیم، آخرت را سبز و بستان میکنیم، دست یاری بر یتیمان میدیم، التفاتی بر غریبان میکنیم، دست و گیر تا دست تو گیرد خدا، یار و یاور باش با هر بینوام، حق چو بیند کمک و امداد تو، میرسه در جا به هر فریاد تو، میبرد هر دمی یاجات تو، میدید باداش بر اولاد تو، دست و گیر تا دشت تو گیرد خدا، یار و یاور باش با هر بینوام، یاد کن از آن که برباد استمیش، غرق ناداری و فریاد استمیش، ای که دایم شادمانی با عیال، یاد کن از آن که ناشاد هستمش، دست و گیر تا دست تو گیرد خدا، یار و یاور باش با هر بینوام، وای دیگر برای خدا زنده بیچپن مکنید، دیگر برای خدا مرده بی کفن مکنید، ز خون بی گناهان دشت و در شده گلگون، دیگر برای خدا، دیگر برای خدا قتل مرد و زن مکنید، با پاسی چشم پر از اشک مادران جهان، دیگر جفا به حق مادری وطن مکنید، یکی در ماتم فرزند جوان میگیرید، دیگری بر برادر به فغان میگیرید، یکی هم بر پدرش موی کنان میگیرید، گویی از نوح زمین و آسمان میگیرد،
الا ای مرگ مادر مرگ مادر، عجب کردی مرا بی پا و بی سر، عجب بی دست و پایم کردی مادر، تو غرق گریه هایم کردی مادر. وای آم چو فرزندی که بی مادر فقیر است، به هر جا دامنی یرگز بگیرد، کجایی مادر ای تاج سر من، انیسا مونه سازی با فری من، کسی که مادرش مرده یسیر است، اگر چی پادشا باشد فقیر است. وای خداوندا بگردان این بلا را، سیافتا نگهداری تو ما را، بقی هر دو گیسوی عبیبت روا کن مقصد و مقصود ما را، مساز ملت ما را زبون به دست کشیم، سایی سپاس پرده ناموس و دیده بیدار، هزاران درودم هزاران سلام زما بر جناب محمد علیه الصلاه و السلام. فوق العاده بود، عالی بود. تشکر میکنیم از قاری صاحب احمد سیار جمالی، واقعا امی نترک خواند، امی شعر اینا با می شرایط بسیار خوب مطابقت میکرد. از دعای وقفه داریم، پس از وقفه لحظات افطار و اذان محمدی خواهد بود، با ما همراه باشید.